سلام دوستان وقتتون بخیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم اگر موفق باشید من بخش انتهایی گزارش اندیشکده بروکینگز در خصوص انقلاب 57 رو دوست دارم برای شما بخونم تا این موضوع رو یک بار برای همیشه با همدیگه جمع بندیش بکنیم یک نکته ای رو دوست دارم قبلش با هم مرور بکنیم و اون نکته این هست که تقریبا همه کسانی که در خصوص انقلاب ها نظرهایی رو مطرح کردن بر این تاکید داشتن که انقلاب بعد از یک مدت به دلایل مختلف از اون شور خودشون افتادن یعنی شما به خودت اومدی میبینی اصلا فراموش شده رفته تو حاشیه دیگه که سیستم در صحبت نمیکنه دیگه مثلا 10 سال بعد تو اون کشاره اگر به یه نفر بگن انقلابی بقیه می‌خندن میگن اصلا انقلابی کجای داستانه بعد میگن اون چیزی که برای ما عجیبه و ما هنوز نتونستیم پاسخی براش داشته باشیم این هست که چرا انقلاب 57 در ایران همچنان ادامه داره یعنی چه جوری شد 43 سال پیش اینا انقلاب کردن هنوز تداوم داره آره اینها دارن اشاره میکنن به اینکه هنوز تداوم داره بخشیشو می‌خوام ما هم بخونیم من قبلش هم به یک نکته اشاره بکنم اندیشکده بروک کینگز اومده به این اشاره کرده یعنی در نقد رفتار آمریکایی‌ها در قبال ایران گفته که بعد از انقلابی که در ایران انجام شده تا همین امروز آمریکا دخالت‌های داره رو در خاورمیانه انجام داده برای مقابله با ایران پس از انقلاب اسلامی آ چجوری شد یعنی مثلا این اتفاقاتی که در خاورمیانه میفته به ایران ربط داره بله همش به ایران ربط داره یه جاهایی ما میایم اینو تاکید می‌کنیم میگیم مثلا آمریکا در عراق داره فلان کار می‌کنه در افغانستان داره فلان کارو می‌کنه و به ایران ربط داره در قطر اگر کار می‌کنه در بحرین در خلیج فارس این رفت اومد تا به ما داره بعضی از رفقا میگن که آقا شما یه واژه پیدا کردید دشمن همش میگی دشمن دشمن اینو با ما کاری ندارن که دقیقا در این گزارش داره به همین اشاره میکنه میگه عمده یه کارهایی که آمریکا در خاورمیانه انجام داده و عمده دخالت هایی که داشته برای این هست که بتونه با ایران مقابله کنه. شما نگاه میکنی میبینی که در لبنان یک کشوری رو چندین ماه میان به شیوهی تحریم میکنن و فشار اقتصادی برش میارن که مردم با هیزم دارن نان درست میکنن الان نمیدونم وضعیت لبنان چجوریه ولی چند ماه پیش این شکلی بود بعد تاکیدشون هم چیز ساده ای آقا این لبنان فتیله خودش رو بکشه پایین مشکل حل میشه ما قول میدیم که آمریکا بیاد مشکلات رو براتون حل بکنه همونطور که برای افغانستان اشرف غنی حل کرد همونطور که برای عراق حل کرد همونطور که داره از عربستان در مقابل یمنی هایی که فقیر هستن دفاع میکنه مشکلات لبنان رو هم حل خواهد کرد داستان ایرانه هر کجا هر نقطه هر اتفاقی داره میفته برای بله اینکه ایران دستش بسته بشه توانش محدود بشه بشه باش مقابله کرد یه نکته میگه خیلی جالبه میگه که باید به این سوال فکر بکنیم بعد از این سالها که چرا برای مقابله با ایران بعد از انقلاب دخالت های دنبال داره رو در خاورمیانه داشتیم و هزینه های باور نکردنی انسانی و مالی رو واشنگتن به منطقه و خودش تحمیل کرده دقت این شده اون کل داستانی که داره اتفاق میفته حالا یه جایی از تحلیلگر میاد که مثلا دوستان یه بخشی از اتفاقات منطقه برای اینکه ما رو با کنن ها این طرف این که این توهم داره همه چیز رو وابسته ایران این نمیگه یک بخشی از اتفاقات میگه همه این چیزی که داره اتفاق میفته و یک هزینه باور نکردنی انسانی و مالی آور برای ما داشته برای تقابل با ایران بوده علتش چیه من علتش رو ساده بکنم ببین خلاصه داستان اینه یه کشوری بود به نام ایران من توی یکی از ویدیوها هم بهش اشاره خواهم کرد به طور ویژه فردا الان کل نیروی نظامی که اینا توی عربستان دارن به 5000 تا نمیرسه این ایرانه ابتدای سال 57 بین 50 تا 60 هزار نظامی آمریکایی تو کشورش بوده سه میلیارد دلار بودجه سالانهشون بوده که از حاکمیت ایران گرفتن. هر کدوم به طور میانگین 6000 دلار حقوق میگرفتن شرایتی که کل بودجه آموزش پرورش حدود یک میلیارد دلار بوده این سه میلیارد دلار بودجه میگرفته از حاکمیت ایران و در حالی 60 هزار تا نیرو در کشور تو که کل نیروهاش در خاورمیانه 140 هزار تا بوده نظامی ها آموزش نمیداده جز نیروی هواییت چرا چون اون کسی که میره بمباران میکنه من میخوام توی منطقه اعمال فشار بکنم اونی که میخواد بمباران بکنه روی بدنه هواپیماش نباید نشانه آمریکا باشه نشانه ایران باید باشه جنگنده نیروی هوایی تو خوب داره آموزش میده ولی در دیگر بخشا اگر نیروهات آموزشی هم میبینن در نگهداری حفظ تعمیر و بعضن استفاده از سلاح باز دوباره فضا به شیوه ای ترسیم شده که تو به خود آمریکایی ها نیاز داشته باشی چرا این اتفاق داره میفته من برداشت خودم رو میگم آقا قرار بود اینجا یه نقطه باشه آمریکا نیروی نظامی داشته باشه فقط هم آمریکا داشته باشه چون تو قراردادهایی که با ایران نوشته بودن اون موقعی که تعداد نیروها اینا به حدود 60 هزار تا میرسه و نزدیک 20 هزار تا انگلیسی هم توی ایران میارن مستقر میکنن تاکید میکنن میگن فقط نیروی آمریکایی دیگه تو حق نداری خودت بری تصمیم بگیری از جای دیگه نیروی نظامی تو این بیاری فقط آمریکایی که بعدش چی بشه وسط این منطقه خاورمیانه که اینها یه سری مسلمانی هستن که تکفیری ها دارن تلاش میکنن اینها رو به خودشون همراه بکنن تکفیری که دشمنشون آمریکا هم نیست میگن با شیعیان دشمن هستیم و با ایران تو این منطقه خاورمیانه آمریکا داخل کشور تو پایگاه داشته باشه با کمک تو خواستای خودش رو پیش ببره فوشش هم تو بخوری دعوا دعوای عرب و عجم میشه دیگه تو میخوری و هزینه‌ش تو باید بدی فضا به این سمت رفت این ایرانه رو از دست دادن اگر شما میبینید در گزارش میاد به این اشاره میکنه که آقا من در طول این 40 ساله پاسخی ندارم برای اینکه چرا آمریکا همچنان داره دخالتایی رو در منطقه میکنه برای تقابل با ایران داره هزینه باور نکردنی انسانی و مالی تحمیل میکنه اگه میبینی پاسخی نداره به خاطر اینکه او اهمیت ایران برای آمریکا رو نفهمیده او نفهمیده که بعد از ایران 57 چه چیزهایی رو آمریکا در منطقه خاورمیانه از است داده ادامه گزارش رو هم بخونیم یه نکته رو میگه خیلی جالبه میگه که تو همون ایامی که توی ایران انقلاب میشه در سال 1979 یک مصاحبه با یکی از چهره سیاسی ایران که دانشمند سیاسی بوده انجام میشه این اندیشکده بروکینگز اینجا اشاره نکرده که فرد مورد نظرش که بهش میگه دانشمند سیاسی ایران چه کسی بوده من به استناد این اندیشکده دارم میگم میگه که اون ایرانیه سال 1979 خطاب به این خبرنگار که باش مصاحبه کرده میگه که نگران نباشید این انقلاب تا ابد ادامه پیدا نمیکنه بدیهی است که این انقلاب با وجود اختلاف نظرهای داخلی نمیتواند تا ابد ادامه پیدا بکند و در انتهای گزارش خوش اندیشکده بروکینگز میگه که اون اظهار نظر تو سال سال در حالی است که چهل سال بعد حکومت انقلابی در جای خود مستحکم ایستاده و بیگانگی دو جانبه میان ایران و آمریکا نیز به شدت همیشگی خود باقی است میگه اصلا این حرفهایی که اینا میزنن میگن تا ابد نمیتونه ادامه پیدا کنه چطور و پرته ادامه پیدا کرده همچنان داره چهل سال بعد از خودش انقلابه هنوز هست و نگاه انقلابی هنوز هست تو جامعه ایران وقتی صحبت میشه به یه عده میگن انقلابی ها به یه عده میگن حامیان ایران پس این همچنان در جریانه در منطقه هم در جریانه شما باز یادآوری میکنم کانال ها رو و یه رصدی بکنید کانال فاطمیون کانال بچه افغانستان انقلاب اسلامی رو تبریک گفته یه سخنرانی اخیرا شیخ زکساکی داشته رهبر شیعیان نیجریه میگه همه این کارهایی که من دارم میکنم تداوم انقلاب اسلامیه تو عراق همینطور در دیگر نقاط هم همینطور. این انقلاب در جریان هست و به یاری خدا یاران دیگری رو هم در کنار ایران قرار خواهد داد و البته از خدا میخوایم که مردم ایران شیرینی این انقلاب رو بچشن شیرینیش رو آرامشش رو و بهبود معیشتش رو احساس بکنن و من صرفا انتا ویدیو میخوام به یک سوال فکر بکنیم آقا این انقلاب چطوری تداوم پیدا کرد یه بار به منطقه نگاه بکنیم یه بار به دنیا نگاه بکنیم تقریبا همه کشورهایی که در طول این سالها انقلاب کردن انقلابشون خورده تو در دیوار کسی تو این شک داره به مصر نگاه بکنیم به تونس نگاه بکنیم به لیبی نگاه بکنیم همشون یا وارد جنگ داخلی شدن یا کشور تجزیه شده چی شد که این اتفاق در ایران نیفتاد خب همه اتفاقات به طور همزمان که علیه ما رخ داد که یعنی جنگ داخلی رو تلاش کردن رقم بزنن در داخل کشور ایران ساز تروریستی سازمان اوج جنایت انجام میداد همزمانی که صدام به کشور حمله کرده بود و صدای تجزیه طلب ها بلند بود و یه بنی صدر تو کشور داشتی ببین هر کدوم از این کافی موتور یه کشور بیاد پایین پس این ایران چه ویژگی داشت که با وجود همه اینها الان بعد از 40 سال میگن آقا اون انقلابه با قوت داره به مسیرش ادامه میده کسی هم نتونسته جلوش بگیره علتش رو من اگر بخوام ساده از نگاه خودم بگم باید اشاره بکنم به این جمله رفتار آیت الله خمینی ببین امروز یه سری وقتی آیت الله خمینی رو میخوان روایت بکنن میگن آقا اصلا یه تحکم و یه اقتدار خاصی رو شما تو این رفتاره میدیدی یعنی مثلا خومنی یه جایی احساس میکردی داره یه رفتاری رو به خرج میده که این اصلا تحکم آمیزه یه بار مرور بکنیم ببین من برداشت خودم رو میگم اون چیزی که اتفاق افتاد و اون چیزی که ما از رفتار آیت الله خمینی برداشت میکنیم این هست که بعد از اینکه تو ایران انقلاب شد این اومد گفتش که آقا یه دشمن خارجی حمله کرده به نام صدام تجزیه طلب ها صداشون بلند شده سازمان منافقینی ها هم کف خیابونه کشور هم دارن آدم میکشن یه نفوذی پلید هم در رأس دارن به نام بنی که بیش از یا 11 میلیون یا 13 میلیون رأی آورده حالا دو تا راهکار دارم یک مهربانانه برخورد بکنم در طول تاریخ بگن یه آخوند خیلی مهربونه اصلا عالی اومد به نام خمینی یه انقلاب که نذاشتن زدن زمین انقلابش رو زدن زمین میتونم این کارو بکنم یه راه دیگه هم دارم یه اقتدار رو اعصابی از خودم نشون بدم ولو اینکه در طول تاریخ همه به من فحش بدن ولو اینکه در طول تاریخ همه بدترین رو درباره من بگن ولی کشور بمونه بعد از 40 سال وقتی یه نفر نگاه کرد بگن با وجود یه انقلاب اینا تو خاورمیانه کردن هم دشمن خارجی بهشون 8 حمله کرد هم تجزیه طلب ها صداشون بلند شد تو کردستان رسما صدای تجزیه طلبی بلند شد هم تروریست ها وسط کشورشون آدم ترور میکردن اونجایی که دیگه سازمان منافقین سلاح نداشت با تیغ موکتبری ریخته بودن کف خیابونا هم بنی صد همه اینها رو اومد با این اقتدارش مدیریت کرد مثلا طرف میگه آقا آزادی بعد از انقلاب بعد رفتار امام خمینی رو مثلا نگاه میکنه انگار مثلا امام برگشته گفته آقا من یه پیرمردیم. انقلاب کردم سرم درد میکنه الان تو این سن دیگه برید بشینید خونتون حرف نزنید خب پس چه جوریه با انقلاب کردیم آزادی داشته باشیم که نه الان باید یه رفتاری به خرج بدم که هر کسی نگاه کرد من میخوام ساده صحبت بکنم بگه که بابا یه پیرمردی اومده اینجا یه سری جوونم دورش گرفتن اگر کسی بخواد زیر و رو بکشه این پیرمرد نطقش رو میکشه جلو شما این اصلا موتورش میاره پایین و خمینی با وجود اینکه میدونست در طول تاریخ و در تداوم تاریخ ممکن هست بی اعتبارش بکنن بهش بی احترامی بکنن فوشش بدن به خاطر ایران این رفتار رو انتخاب کرد گفت من این گزینه رو انتخاب میکنم من اقتدار همراه با تحکم انتخاب میکنم و علاوه کشور کارش تمومه یا بخشش میشه کشور صدام یا بخشش اصلا میره توی و تو جنگ داخلی و یه فاجعه به تمام معنایی که دیگه اصلا در طول تاریخ چیزی به نام ایران نمیمونه بعد دیگه کسی اصلا هوس انقلاب سرش نمیزنه نه همه اینها رو من با همین چارچوب حفظ میکنم بعد میام میگم که بسم الله الرحمن الرحیم یه انقلابی انجام دادم چهار پنج تا ویژگی داره یک زد استکباره دو زد دست نشانه های استکباره سه میخواد یه کاری بکنه که حاکمیت تشکیل بده یعنی فقط اصلا مقابل با اینا برام اصل نیست میخوام این تفکر حاکم بشه چهار حاکم شدن برای کافی نیست میخوام این تفکر رو به بقیه هم صادر بکنم پنج وقتی صادر کردم میخوام با که رفیقام کمک بکنم جهان آماده بشه پذیرش یک نظم نوین جدید که نظم هدایتگره خب تو وقتی یک غربی باشی که میخوای نظم نوین رو بر دنیا حاکم بکنی برای خاورمیانه هم نقشه کشیدی 140 هزار تا نظامی هم داشتی که 60 هزار تاش ایران باشه همه چیز رو برباد رفته میبینید دیگه ما تموم شد رفت اصلا زد زیر این بساط و در حقیقت کاری که امام خمینی کرد هم همین و شیوه رفتاری رو خرج گفت شو اصلا کل تاریخ بزن من فوش بدم به اینکه آیا آدمی بود اومد, اومد یه رفتاری به خرج اون رفتارش بریم ولی کشاره بمونه و این حاکمیت تشکیل بشه ارزش داره بعدها شاید یه اصلی اومدن روی کره زمین اونا فهمیدن من چیکار کردم و اینی که من میگم دوستان توهم یا مثلا توجیه رفتار آیت الله خمینی نیستا شما وقتی بررسی میکنید دقیقا همینو میگه ایشون میگه اگر همه دنیا بگویند درود بر خمینی یا مرگ بر خمینی برام فرق نمیکنه من کاری که احساس بکنم درست سر انجام میدم چون اگر انجام ندم کشور به فنا چون مصر بعد از انقلاب میشه چون تونس بعد از انقلاب میشه چون لیبی بعد از انقلاب میشه چون به یه جای میرسه که مردم میگن بابا اصلا غلط کردیم خدا آمریکا بیاد ارتششان بیاره هر غلطی خاص بکنه و ما اصلا از گشتن پشیمان گشته ایم مرحمت فرموده ما را مس کنیم بی خیال ما بشید آقا بذارید ما زندگیمون کل رفتار همین بود و اون چارچوبی که او با همه وجودش تلاش کرد در نوع رفتار خودش نشون بده تا بتونه از این فاجعه جلوگیری بکنه هم چیزی بود که ما در طول تاریخ از او دیدیم اگر موافق باشیم این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم با دو تا درخواست درخواست اول رفقا با همه وجودمون این پرچم رو تا اینجا آوردیم و بازی به نفع ما تغییر کرده به خدا بازی به نفع ما تغییر کرده ما الان وسط بحران این فشار رو سرمونه نمیتونیم درکش بکنیم اونایی که از دور دارن نگاه میکنن رصد کننده حرفه دارن همه چیز رو به ضرر خودشون تمام شده میبینن و من خواهشم از رفقا اینه میخوام خیلی خواهشم رو سطحی بکنم از اون صد سطح بیارم سطحی تر اینستاگرام همونطور که اجریان هستین هشتگ پرچم افتخار رو حذف کرده اینها حتی با پرچم ما هم مخالفن با اینکه شما به پرچم افتخار بکنین مخالفن من خواهشم از رفقا اینه نه با این هشتگ همینجور آزادانه هر کسی هر کجا میتونه پرچم کشورو نصب کنه هر کسی هر کجا میتونه پرچم داشته باشه هر کسی هر کجا میتونه از پرچم عکس بگیره برای ما بفرسته در شبکه های اجتماعی هم به طور گسترده منتشر کنید وقتی اینها به این شکل با پرچم ما مقابله میکنن یعنی ترسیدن یا یعنی این نگرانن یعنی احساس میکنن که آقا این پرچمش بازنش بشه در شبکه اجتماعی خطر داره پرچم داعش میتونه بازنش بشه من تو این ویدیو میتونم عکسش رو بذارم ولی پرچم ایران با هشتگ افتخار خطر داره باید باش مقابله بکنم چون ممکن است که توجهش به این پرچمه جلب بشه پس باز یادآوری میکنم درخواستم این است که حتما از این پرچم استفاده بکنی نه نشش بدی این روسا تلاش بکنیم که این پرچم حسابی دیده بشه اگر موافق باشید من انتهای این ویدیو کامنت نمیخونم چون احساس کردم خیلی حجم مطالب زیاد شد و صرفا میخوام یه خواهش بکنم این خواهشم هم از همه مخاطبون نیست از رفیقای خودمه اون کسایی که رفیق من هستن میخوان به من کمک بکنن اینو بهش توجه بکن یه توییت اول براتون میخونم توییتی که صادق زیبا کلام نوشته خود زیبا کلام نوشته متن توییتو براتون میخونم آدم حسابی تر و با از زیبا کلام توی مملکت نداریم اینکه حرفش با سلیقه تو اشکال از تو و اندیشته این توییت رو آقای زیو کلان فکر میکنم سال 98 بود ارسال کرده بود یعنی اومده بود با یه اکانت فیک خوش دفاع بکنه حواسش نبود که اکانتی که داره باش حرف میزنه اکانت خودشه بعد جواب داده اون مفتزه شده بود ببین یه سری شبهه ها توی کامنت ها در برای من مطرح میکنن که من نگاه میکنم یا خیلی بی ربطه یا اینکه ما قبلا در ویدیو بارها بهش پاسخ دادیم خب من دوتا تا راهکار دارم یا مثلا مثل صادق زیو یه اکانت فکر درست کنم بیام بگم مثلا آدم حسابیتر و باسوادتر از آقای تلگر بگیم نداریم اینجوری جواب بدم خب این که درست نیستش که یه راهکار دیگه هم دارم اونم اینه که بیام با اکانت رسمی پاسخ بدم خب همه انرژی من دیگه تو این داستان میره هم باید تولید محتوا کنم هم دارم کامنت ها رو لایک میکنم هم دارم کامنت ها رو بخشش رو میخونم دیگه واقعا انرژی نمیمونه من خواهشم از اونایی که رفقای من هستم و وقت دارن اینه اگر همچین کامنتایی رو میبینید و دیدی من تو ویدیو بهش پاسخ دادم تو ویدیو جای نکته رو دروش گفتم یا این داره تهمتی زده میشه من خواهشم این از پاسخ بدید کمک بکنید که این جنس از محتواها بدون پاسخ نمونه اگر کسی واقعا شبهه داره به شبهه هشت پاسخ داده باشه اگر هم اومده به اصطلاح خودمون فضایی رو ایجاد بکنی که به نوعی یک روشنگری کرده باشیم خیلی مخلصم من معذرت میخوام که دارم اینجا از این تریبون از خودم دفاع میکنم علتش رو ساده بگم اون کسی که صاحب تریبون وقتی بی شد خود تریبون هم و خود حرفاش هم بی میشه من اگر نگرانی داشتم اینجا بیشتر از این جهت هست نکته دیگه ندارم اگر احساس کنید نکته هست به این ویدیوها و تو کامنت ها اضافه بکنید خیلی مخلصیم وقتتون بخیر